جوهر مشترک طرحها اشتغال هر دو طیف انتخابات بهره کشی از نیروی کار ارزونه. توضیحات بیشتر رو بشنوید از جلال نادری. بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر، سلام و درود بر شما. هفته گذشته شاهد بودیم که مسئله اشتغال یکی از محورهای مشاجرات نامزدهای انتخاباتی. قالیباف و رئیسی میگفتن 1,000,000 شغل ایجاد میکنیم، دولتی ها میگفتن نمیشه. یه دم تو رسانه ها و هواداری از این دو طرف میگفتن میشه، یه دم میگفتن نمیشه. وقتی حسابی دعوا شد و مجبور شدن از ادعای کلی دست بردارن و توضیح بدن که چطور میخوان سالی 1,000,000 یا بیشتر شغل ایجاد کنن، معلوم شد پایه سیاست اشتغال هر دوتاشون تفاوت اصولی و محتوایی با هم نداره. در واقع همون سیاست هایی که دولت روحانی از الان متعهد شده که تو برنامه ششم توسعه پیش ببره، در زمینه اشتغال مورد نظر رئیسی و قالیباف هم هست. کاری که میخوان صورت بدن و هی وعده میدن ولی توضیح نمیدن که مخصوصا بیکارا متوجه نشن چه آشی براشون پختن، اینه که در ازای دادن یه مقرری 250,000 تومانی از جوونا عین شاغلی بیگاری بکشن. همین طرح به عنوان کارورزی دولت تقریبا کلید زده که معناش اینه که در ازای دادن 400,000 تومن به جوانای دانش آموخته ازشون بیگاری بکشن و اسمشو هم گذاشتن کارورزی. این نسخه نونوار شده طرح استاد شاگردی همون دوره احمدی نژاده که رو بهره‌وری مفت از نیروی کار تقریبا مفت بنا شده. نامزدهای اصلی دو طرف حسابی سر اشتغال به هم تاختن و همدیگر رو حسابی نمدمالی کردن و دست آخر مجبور شدن بگن که سرمنشأ طرح اشتغال همشون همون بهره کشی مفت از نیروی کار به اسم دادن پول بیکاری به بیکارا یا سامانه ثبت نام یا به اسم کارورزی. بعد از این بود که دعوا رفت رو اینکه کدوم جنا طرح بهره کشی از نیروی کار ارزون رو از کدوم یکی دزدیده. تو دعوای دو طرف بر سر ایجاد شغل برای بیکارا همه چی بود به جز خود بیکارا. این مشاجره جوهر مشترک سیاست‌های بهره‌کشانی هر دو جناح رژیم رو به خوبی نشون داد. بی‌دلیل نیست که اینا با اینکه 38 ساله که از هر دو طیف نوبتی به قدرت رسیدن ولی نتونستن مشکل اشتغال رو حل کنن. بیکاری رو با طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زود بازده، ساماندهی اقتصادی، مشاغل خرد و خانگی، کارورزی و مشابه اینا نمیشه مهار کرد. مخصوصا اینکه این طرح‌ها همشون بروکراتیک و آمرانه و ابلاغی هست و هیچ نقشی برای خود بیکارا توش وجود نداره. مهار بیکاری پیش شرط‌های زیادی داره. یکی از مهمترینش سازمانیابی مستقل میلیونی بیکارا تو اتحادیه‌های سراسری بیکارا است. اتحادیه که بتونه در همه مسائل مربوط به اشتغال در سطح کشور به عنوان نماینده واقعی بیکارا مشارکت مؤثر داشته باشه. مهار بیکاری مستلزم اینه که بحثا و تصمیم گیری ها از مرحله تر تا مرحله تصمیم گیری و اجرا علنی و با مشارکت پذیری نهادینه صورت بگیره. این ممکن نیست مگر اینکه رسانه ها و مطبوعات واقعا آزاد وجود داشته باشند تا بتونن اشراف مردم رو همه طرح ها، نقشه ها، تصمیمات و مخصوصا بودجه ها و نحوه هزینه شدنش به وجود بیارن و سوء استفاده ها رو فاش بکنن. مهار بیکاری مستلزم شکل‌گیری یک سازمان واحد و سراسری تامین اجتماعی و برچیده شدن بساط نهادهای مختلفیه که الان هر کدومشون یه گوشه رو تو حوزه اجتماعی گرفتن و هر جا گرد کار در میاد میندازن گردن اون یکی و از مسئولیت فرار میکنن.
ایجاد وحدت رویه سازمانی و عملکردی تو حوزه اجتماعی البته فقط به نظام جامعه تامین اجتماعی و نظام بیمه ها مربوط نمیشه، ولی بیمه بیکاری برای بیکارا ناخواسته در برخورد به بیکاری اهمیت مرکزی داره. رژیم و جناها گوششون به این حرفا بدهکار نیست، اومدن یه مش وعده بدن، رأی بگیرن و بعد با شلاق بردکشی بیفتن به جون بیکارا. الان حداکثر یه کیسه آرد میدن و یه سامانه اینترنتی باز میکنن به عنوان در باغ سبز، خرشون که پل گذشت چنان پوستی از همه بکنن که بیکارا همین فلاکت و بدبختی فعلی رو بخوان آرزو بکنن. واقعیت اینه که بیکاری رو با طرحهای شبه فاشیستی صدقه بار، با کار بردبار دانش آموختگان در ازای 250 تومن یا 400 هزار تومن در ماه نمیشه مهار کرد. قدم اول در مبارزه علیه بیکاری تشکل خود بیکاران برای حق کار و برخورداری از بیمه اجتماعیه.